اوی چکار میکنی؟ چرا میزنی؟ چکار میکنی بچم؟ هی میزن و پره جو. خب بفهمیدم هیچی پس میگم برو چی گپه ای بچه تو چرا من میزنه؟ هیچی برو این بچه من آموزش ندیده به همی خاطر میزنه. خیره تشویش نکو. یعنی چی که آموزش ندیده؟ یعنی که آموزش ندیده نباید کسی رو بزنه. مگر نزدنم آموزش به کار داره. نزن بچه جان نزن. نزن به تو بگم. صبر کو بچه صبر. چرا میزنی؟ کاکا جو من یاد ندارم نزنو. من آموزش ندیدم. مگر نزدنم یاد داشتن به کار داره. خب نزن خیلی ساده. چی رقم نزنو؟ تو در بچه میگم بچه من آموزش ندیده. هرچی میگم تو نمیفهمی. خب از کجا بفهمه که چی رقم نزنه؟ عجب آدمایم شما. مگر خیلی کار پیچیده. خب نزنه. پدر جان چی میگه؟ میگه نزن. خب من چی رقم نزنو؟ این شکر اضافی میخوره بابا جو. بزن تو طفل معصوم از کجا باید بفهمی که چی رقم نزنه؟ بزن بچه بزن راحت باش. برو تو یک دقیقه این بچه خور بگیر اگه من خود ببره آموزش میدم چی رقم نزنه. رستی ها بگیر یک دقیقه. صبر کن صبر کن بچه صبر کن سکم چی میده؟ آموزش میدی؟ ها آموزش میدم. آموزش میدی سیکو بچه جان او که به دستتون او سرپهیه. او بره پایه نه بره دست. ولی یکی با پامنه یکی از پای یکی از دست. نه هر دو تا بره پایه. رستی ها رستی میگم ولی اگه او رو بنداز هر دو تا رو پا خو کن. ایتا خوبه؟ نه چی خوبه چرا میزنی نزن به؟ تو فقط حالا باید یاد بگیری که نزنی نه با لگد نه با مشت. اشته نزنم. نزن فقط نزن همین. با اشته درسو سختی میدی. پدر جان من چی رقم نزنم؟ والا خود من گنس و گل شدم. خیلی پیچیده گپ میزنی. واضح درس بده. آخه من کجا پیچیده گپ میزنم؟ من فقط میگم نزنیم زدن جرمه. پدر جان از این معلم من خوشم نیامد. یک معلم دیگه بگی. این سبقای سخت سختی میده. آخه کجا از این سخته؟ من فقط برای شما میگم نزنین. خلاص. خب همین نزن. یعنی چی رقم نزن؟ سیکو برو. من تو نمیزنم خب؟ تو هم مر نزن. خلاص. همینقدر. تو جرأت نداری مر بزنی. من خود جرأت دارم تور بزنم. چرا نزنم؟ لا حول ولا قوة. باشه بزن. فقط اول همون جگاه چیه؟ چیه؟ ای بجیس بگیر استاد! بابا چه طفل معصوم ای زور میگه. میگه نزن. خجالت هم نمیکشه. بگیری خوب بزنید. تو یک بار بیا اینجا گفت. برو تو بگم. آقا تو یک دقیقه بیا. اگه گفت تو مرقبول نداری یعنی از حجی صاحب میپرسم. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. کی گفت شده؟ حجی صاحب شما بزرگمو، شما ریش سفید مو، شما کلون مو، شما فهمیده مو. شما بین ما و امیر رفیق ما قضاوت کنیم. ببینیم من بعد میگم حجی صاحب. چرا مشکل چیه؟ حجی صاحب شما رو به خدا آدم نباید گذشته رو فراموش کنه. بله خب آدم نباید در گذشته زندگی کنه. بیا گوش کش. هجی صاحب شما رو به خدا بد نیه آدم گپه که از 2 سال پیش بوده هر دم بالا بیاره. این از 2 سال پیش. خب بله گپای گذشته نیازی نیه که آدم هر دم بگه. بدیدی هجی صاحب هم گپ مر تایید کردم. بله خب درسته ولی ولی و اما واقعی نداره. هجی صاحب شما رو به خدا می رفیق مر کم نصیحت کنه. برای بگیم که گذشته ها گذشته. برای بگیم که یک ذره آدم نباید گذشته رو یاد کنه. راست میگه جوان گذشته ها گذشته. حجی صاحب درسته که گذشته ها گذشته ولی همین آدم باید قرض خور بتیه یا نه؟ 2 سال پیش آماده از من 20,000 گرفت که 2 هفتگی بیاره. 2 سال شده. یعنی خاک به سر تو که حتی حجی صاحب هم میگن گذشته ها گذشته ولی تو کنیز که بدبخت هنوز به فکر گذشته ای. وخیز که بره وخی. سلام علیکم. بنده نباشیم. علیکم. چی مستی؟
این پولا مرو بده میزه من تذکره شما 20 لک افغانی به صبح داری درسته؟ بله بله درست همونو بیزمت بده درست تذکره نواسه شما هست؟ تذکره نواسه من؟ بله تذکره نواسه شما هم لازمه ولی دو من نواسه تذکره نداره اولا من اصلا نواسه ندارم پس از من به شما نصیحت هر چه زودتر به فکر نواسه بره خوب باشه نواسه باید داشته باشه ولی بچه من هنوز طفله نواسه من کجا بود پس کار تو سخت شد ببخشید ولی من اومدم پولا سپرده خواست شما پس بگیرم من نمیفهم چی ربطی به داشتن نداشتن نواسه داره ربط داره براش ربط داره شما 20 لک افغانی به حساب خود داریم بگو خب تو حساب کن که اگر قرار باشه ما به هر برج 5000 افغانی برات بدیم تو 20 لک افغانی خور به طول چند سال میتونی پس بگیری؟ تقریبا 40 سال خب به این همه سال تو زنده میمونی؟ نه بچه تو زنده میمونه؟ نه به این دور زمونه کی 45 سال عمر میکنه؟ پس فقط میمونه نواسه تو برو تذکره نواسه خور بیار اینجا صبر کنم که باز به جنجال نفته چی؟ هر ما 5000 افغانی؟ بله البته اگر پول در بانک موجود باشه تو برو شبان روز دعا کن که پول به بانک موجود باشه که برج 5000 به تو برسه برادر مگر برای من خیرات میدی پولا خود میره به خود ما پس میدی همین که پول خود تو به خود تو پس میده همین از 100 تا خیرات بالاتر تو برو خدا خور شکر کن که ما انقدر با وجدانیم که پول مردم رو مردم پس میده البته تا 40 50 سال ولی پس میده مگر شعار بانک شما اینه که زابل بانک نگهبان سرمایه شما راستم میگی ندیدم خب چی رقم نگهبانه که من پول به دست خود میام برای شما میدم بعد مگر تا 40 سال به پاخو بده و که پول پس بگیرم خب همین رقم که خود تو گفتی ما نگهبان پول شما نیم ما انقدر محکم از پول شما نگهداری میکنیم که حتی پول شما رو به خود شما هم نمیده برادر من پولا خود لازم دارم اتفاقا ما هم پول شما لازم داریم این دلیل قانع کننده نیه برادر ما نگهبان سرمایه شما نیم ما میفهمیم اگر این پول به دست خود شما باشه شما فرد کله خرج میکنی میره برات کار خود پس بهتره که به بانک باشه جای او امنه برار من نخواسته باشم جا پولم امن باشه باید کیر ببینم دیگه فعلا که جای پول شما تا 40 سال دیگه امنه لا حول ولا قوه برادر آخه گناه من چیه که ما بعد 40 سال منتظر باشم که پولا خود پس بگیرم گناه از این چی بالاتر که پول خور به دست ما دادی ما در بانک یک ضرب المثل داریم که میگه پول گذاشتن در بانک به دست مشتری هست ولی پس گرفتن یا نه حالی هم به دروغ وقت مار نگیر به جای یک گپا برو به فکر تذکره نواسه خوشو بفرمایید من میگم بچه من هنوز طفله نواسه من کجا بود خب برو زودتر رو بچه خب بگو جوان شو که دماد کنی بگو جوان شو که کار دارم برو وقت مار دروغ زایی نکن بفرمایید سلام بینندگان عزیز از بخش خلافکاران شهری در خدمت شما قرار داریم و برادر چه کار میکنی تو؟ خودی بنی؟ نه پس خودی بغل دستی تو نام او برادر خودی شما نام میگم چه کار میکنی تو؟ لالا جو تبلیغات لوله کشی خو میچسبونم نمیبینی؟ به در سرا مردم؟ من که گفتم در سرا خاله مردم؟ خب در سرا مردم که چی؟ که چی؟ بیامیدی به در سلام مردم کاغذ میچسبونی؟ لالا جو اینا کاغذ نیه اینا تبلیغاته میفهمی؟ خب همون دیگه تبلیغات برو اینا رو اینجا میچسبونم که وقت از اینجا کسی تیر میشه اینا ها رو ببینه بعد به من زنگ بزنه من بیایم بزن لوله کشی کنم خلاص برادر من تو به عبارت ملک شخصی آشنایی داری؟ بله که آشنایی دارم یعنی واقعا میفهمی ملک شخصی یعنی چی؟ بله که میفهمم خب اگر میفهمی بگو یعنی چی؟ ملک شخصی یعنی جایی که من میتونم برم تبلیغات لوله کشی اونجا بچسبم فاضلاب هم میتونه تبلیغات رو ببره اونجا بچسبونه نجار هم میتونه تبلیغات رو ببره اونجا بچسبونه برقکار هم میتونه تبلیغات رو ببره اونجا بچسبونه چاکن هم میتونه تبلیغات رو ببره اونجا بچسبونه فقط گچکار نمیتونه لالا ها گفته باشم فقط گچکار نمیتونه حالا چرا اینا هم میتونن فقط گچکار نمیتونه چون باجم گچکاره لالا به نظر من گچکارا نباید بروی در سرای مردم که ملک شخصی نوعه برن تبلیغات رو بچسبونه گچکارا باید خجالت بکشن یعنی چی برو در سرای مردم که ملک شخصی نه میرن تبلیغات رو میچسبونن بعد برادر من این ملک شخصی مردمه اصلا به نظر من گچکارا نباید تبلیغات کنن لالا گچکار تبلیغات ما هیچ کار کنه ها باشه که همیت بیکار و بیار باشن گوشت توشنه بمونن اصلا خانوم مردم گچ ما هیچ کار کنه
عزیز من، نه گچکار، نه بقال، نه نجار و نه لولکش هیچ کدوم اجازه ندارن به ملک شخصی مردم تعرض کنن. همه تا میگی تعرض کنن که فقط میبیندم خود در سرا مردکه ازدواج کردم، برادرم فوقی و 23 تا تبلیغات چسبندم. تو هم خیلی سخت میگیری لالا. 23 تا؟ ها دیگه برار، اگر کس از اینجا تیر میشه اولی نبینه 15 امید خوب ببینه، حالا اگورم ندید حداقل 23 امید خوب ببینه. عزیز من تعرض یعنی که تو بیایی به صاحب این خانه ضرر بزنی. شاید او رضی نباشه تو بیایی 23 تا تبلیغات خور بچسبونی دم سرای. خب اگه میگی 25 تا کنم که سرراز شه، شاید صاحب خانه هم راضی شد. لا حول ولا. برادر من، این نفر میای یقدر مصرف میکنه دروازه خود رنگ میکنه که بعد تو بیای شلا پس تبلیغات خور بچسبونی برو عزیز. ای خیر ببینی، خوب شد بگفتی لالا. باور کن بعضی از این مردم درو سرانا به حدی کنه و رنگ رفته که آدم وقتی میره تبلیغات رو میچسبونه اصلا معلوم نمیشه. خب برادر من خجالت بکش، شرم کن، هم در سرا یک رنگ خوب بکن. من از مسئولین جدا خواهش میکنم که به این مسئله رسیدگی کنن. آخه تا کی باید حق ما تلف شه؟ برادر ما میریم قدر مصرف میکنیم، تبلیغات جور میکنیم که بیاریم بزنیم به در سرا مردی که بعد این مردی که همه قدر همت نداره، همه قدر غیرت نداره که در سرا یک رنگ بکنه که ما همین تبلیغات خوب وقتی میچسبونیم خوب معلوم شه. یعنی واقعا خداوند متعال به شما خیلی روی داده، یعنی آدم پرروی مثل شما فلک ندیده باشه. اصلا لالا شما رو صد مار صفر، خداحافظ. کجا لالا جو؟ یک دقیقه صبر. با بچه خاله دیار خوشحال، ما هستم الان، چی گپوه؟ بخیر این؟ بله خدا شکر، قربان شما. عیش میکنم، خیلی خیلی از دیدن شما خوشحال شدم. بابا کنم از صبح تو حال اینجا منتظرم که شما از اینجا رد بشین شما رو ببینم. قربان شما، سلامت بشین. ولی برور من شما رو به جا نیاوردم. من شارسولم. شارسول؟ به جا نیاوردم برور، کدوم شارسول؟ شارسول بچه صفدرخان. من صفدرخان نمیشناسم برور. نه شما که نمیشناسین. شما مر میشناسین؟ نه. نه؟ خب بچه ری میگه از صبح اینجا منتظر ما بودی؟ نه شناخته نه که نمیشناسم، ولی خب دلیل نمیشه که منتظر شما نباشم، حتما یک کار دارم که منتظر شما بودی. خب حالا من چی خدمت کنم؟ خواهش میکنم خدمت از مانه، فقط اگر زحمتی نیه اون موبایل خور بده. موبایل خور بدم؟ اگر زحمتی نیه. لالا اگر جایی قرار زنگ بزنی که متاسفانه موبایل ما کردیت نداره. فدای سر شما، کردیت نداره که نداره، فقط خود موبایل شما رو بکار بشه. یعنی چی برور؟ موبایل یک وسیله شخصیه، من به چی خاطر بیام بتیم دست شما؟ گفتم دیگه اگر زحمت نیه در زم اما پولا خورم بده، پول ساعت اسناد هر چی داریم تحویل کن. پولا خور بدم؟ چری آخه؟ چون لالا شما دزده، پول موبایل ساعت انگشتر هر چی داری تحویل کن، البته اگر زحمت نیه. یعنی چی برور؟ من میتونم مفت و جفت بیام پولا و موبایل خود تحویل جناب عالی کنم؟ دیگه برور معمولا به دزدا میتونم مفت و جفت تحویل میدم، پول که نمیگیرم از دزد. مر مسخره میکنی؟ نه خدا نکنه، خدا مر شطور مرغی کنه اگه بخوام شما رو مسخره کنم. این دیگه چی رقم دزدیه؟ چره برو دزدیه، با لطف خوش، با احترام، با مهربانی، با ادب و نزاکت، لطفا هر چی داری بده، البته اگر زحمتی نیه. برو برای کار خوکاکا برو. دوربین مخفیه؟ نه برو دوربین مخفی چیه، دزد با نزاکت ندیدی با عمر خود. برو کاکا برو، من از تو کار دارم. کجا برو؟ گفتم پول و موبایل. برو کاکا برو، خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. خواهش میکنم. نمیدونم. التماس میکنم. عجب آدم شله ای تو دیگه. عذر و ذری میکنم. گمشو برو برات کار خود مردی که دیوانه. یعنی نمی پول موبایل خور تحویل کنی؟ نه که نمیکنم. لا حول ولا. گفتم پول موبایل صد انگشتر هر چی داری تحویل کن. اجل خوبی تو بگو دیگه لالا. بیباش میبخش برو رضی، دم هر چی گفتی من نفهمیدم، حالی که واضی بگفتی بفهمیدم به چی شو. بیا لالا انی پول انی موبایل. شما عجب مردمه، به لطف خوش نمیفهمید، تا زور به تا سر شما نباشه هیچ کاری انجام نمیده. میبخشی برو، گفتم دیگه من نفهمیدم تو چی میگفتی، حالا که واضح بگفتی بفهمیدم دیگه. کار خدمت باشه ما بخواهم. گمشه گمشه بچیش. عجب مردمه ما، تا زور به تا سر ما نباشه دل ما نمو هیچ کاری بکنه. والا برار اگر راست سر پرسان کنه، ما به خاطر همون اعلان فروش بچه به خدمت شما رسیدیم. بله بله بفهمید،
خیلی خوش آمدین دوست. خوش آمد. قربان شما، سلامت باشین. هرچند میفهمم که فروش اولاد خیلی سخته. واقعا سخته. بله، خیلی سخت. خیلی سخت. بله چه کار کنیم دیگه برو. دیگه چاره ای نداره. بله، بله. والا اگر راست پرسان کنیم، ما هم چند سال میشه که ازدواج کردیم و صاحب بچه نشدیم. بعد تصمیم گرفتیم که یک بچه بخو پیدا کنیم. همین که خبر شدیم شما بچه خوب فروش گذاشتین، بعد خدمت شما رسیدیم. فقط شما یک لطفی بکنین که گران فروشی نکنین. نه برادر، دل شما جمع باشه. ارزون حساب میکنیم که مشتری شیم. خیر ببینید. تشکر. البته این روزا خداوند برکت داده به شغل بچه فروشی. بچه زیاد به فروش شده. اگر گران حساب کنین باز ما مجبور میشیم که جای دیگه ای بریم. نه برو، ارزون ارزون مرفوشم. بخیر لیلوم، چی گفتی؟ خیر ببینین. خب حالا این اولاد شما پسر یا دختر؟ پسر. خیلی هم پسر. خوبه. اتفاقا من به دنبال پسر میگشتم. خب حالا قیمت چنده؟ فالنا به تو حالا گلات فروشی نکردم. قیمتو به دستم نیه. نفهمم که به چند مرفوشم. دیگه به هر حال باید یک قیمتی بگذارین دیگه. خب من نمیفهمم چی رقم قیمت گذاری کنیم. کیلویی حساب کنیم خوبه. برادر مگه اون کچلویه که شما کیلویی حساب کنی؟ والا من نمیفهمم. خیمه این به متراژ حساب کنیم. مگه تنها به چایی که به متراژ حساب کنیم؟ خب پس چی رقم حساب کنیم؟ به نرخ شاروالی. میریم به شاروالی میبینیم قیمتا چندیه. این رقم خوبه که اگر اضافه ستنی هم بکنین میان دم چیز شما رو پلم میکنن، نه دم خانه شما رو پلم میکنن که دیگه اضافه ستنی نکنین. نه برور، ما به شاروالی سرگردان نکن. همو کیلوی مرفوشم. من ماست باش نمیم. نه والا برور، من تا حال بچه کیلویی نخریدم. خب کیلوی چندی؟ کیلو 500. 500 افغانی؟ نه پس 500 تومان. خود که 500 افغانی. خوبه، مشکلی نیه، ولی کمتر نمیشه حساب کنه. برا رحمال گوشت گوساله کیلو 4.5 صد. باز یک بچه چند کیلو مایه بشه که شما از در چند هم میزنه. درسته، درسته، مشکل نداره. کیلو 500 از ما شد. خب حال میشه بچه رو بیارین که ببینیم. برا رشته نمیشه. گلامه، گلامه، بیا ما به همه ترازورم خیخو بیا. میه سلام علیکم. علی بادشو بفرمایی. یک غلامه جون قابل شما رو ندارم. مفت کیلو 500. باور کنین کیلو 4.5 صد برو خود مفت دادم. برو بابا برو ترازو ببینیم چند کیلو. صد و 15 کیلو. ماشین حساب داری لالا؟ 115 تا 500 بزن سکو چند میشه؟ ببخشین بچه فروشی شما اینه. ها دیگه برار وردار ببر بخو کلون کن. من ایر وردار ببرم بخو کلون کنم. آخی مگه دیگه جا کلون شدن داره؟ چرا تعجب کردی لالا؟ تو بچه مثل این بچه دیگه چی می؟ برار من بچه مستم، کاکا که نمایستم. آخ این به اندازه 3 تا کاکایه. کجا میری لالا؟ بیا های کلی 4.5 صد به تو حساب میکنم. بیا اصلا از اون اولم تو بچه خر نبودی. سلام علیکم شیخ صاحب. و علیکم السلام شیخ صاحب. شما رو به خدا به دادم برسین. چی گپ شده شیخ صاحب؟ نمی‌فهم کدوم نامرد ناجوان بی غیرت بخت مر بسته کرده. باور کنین حمید مکم گیر زده که هر کار میکنم وانه میشه. خب ولک من چی خدمت کنم دیگه لشکری صاحب؟ شما یک زحمتی بکشین، یک دودی یا کشیدنی چیزی بتین که می بخت ما باشه. باور کنین بیخی به روی بخت ما کروگیری افتاده. هر کار میکنم وانه میشه. دیگه کی شیخ صاحب دست بچه من باش کسته. یک کشیدنی چیزی بتین که همو هم خوب شه. بخیر پیش دکتر نبردم، گفتم بخوا که بیام از شما کشیدنی بگیرم. والا برار شرمنده، ما حالا دیگه رشته سنتی خور تغییر داده. رشته ما دیگه چیزیه. رشته سنتی شما دیگه چیزیه؟ چی رقم شخصه؟
یعنی که حال اگه دیگه در زمینه گشایش بخت و شکست بندی و بواسیر کار نمیکنم. زدم به خطای دیگه. به خطای دیگه؟ چی خطای لشکریسه؟ یعنی حال اگه در زمینه گرفتن پناهندگی و ویزه اروپا و امریکا و استرالیا کار میکنم. واقعا؟ یعنی شما دفتر خدمات توریستی و تکت فروشی وا کردین؟ نه برادر، تعویض و دودی میدم که اولا بتونی ویزا بگیری، بعد هم پناهندگی تو قبول شه. انواع تعویض و دودی و کشیدنی داره. واقعا؟ قیمت ها چی رقم لشکریسه؟ من اینجا یک لست دارم که برای تو میخونم. هی قربان شما شون، بخونه لشکریسه، بخونه. دودی عقص ویزای شنگن 100% تزمینی 57 قنی. دودی قبول درخواست پناهندگی در اسرع وقت 40 افغانی که اگر هر دو تا از اینا رو بخوای بگیری به تو 10% هم تخفیف میدم، از تو هر دو تا 80 افغانی میگیرم. دودی ویزای استرالیا 45 افغانی. دودی ویزای امریکا و کانادا 101% تضمینی 50 افغانی، جمع یک مرغ سیاه. 100% تضمینی؟ بیخی 101% تضمینی. خب ارزون تر حساب کنه لشکری صاحب که میته چکی همه گیر یک جا بردارم. بچم تو یک زر دودی مایی چه کار؟ انبار میکنم شیخ صاحب، شاید یک دن بکار میشد. همیته چکی به چندی؟ همیته چکی برو تو به 300. عزمه شد شیخ صاحب، خلاصه. انا شیخ صاحب یه هم 300. بیا یه هم دودیاتو. خوب شیخ صاحب، الان یه دودیار ما ببرم دود کنم، ویزا مر اسمس میکنن یا چی رقمه؟ نه دیگه برادر، ببین اول تو باید بری وارد خاک اروپا شی. وارد خاک اروپا که شدی میپیچی سمت چپ، پلون اون روی یک قبرستونیه. به داخل از اون قبرستونی یک از این دودیار به زر خاک میکنی و یک دیگر هم میسوزونی. بعد ور میگردی میای به خونه خو میشینی. فکس یک ماه بعد برای تو زنگ میزنن که بیا به دنبال ویزه خو. من اول برم به اروپا دودیاش مار بذار خاک کنم. ای خیر ببینی، میری به اروپا میپیچی سمت چپ، پلونون به یک قبرستونیه. به داخل از اون قبرستونی یک از اینا رو بذار میکنی، بعد ور میگردی میای میشینی متل ویزه خو. ولی من چی رقم برم به اروپا باز بپیچم به سمت چپ؟ یعنی بلد نی بپیچی سمت چپ؟ نه اون که بلدم، یعنی میگم من چی رقم به اروپا برم؟ من یک قاچاق بر آشنا دارم، من شماره اوربودم. خب شیخ صاحب، اگه من قرار باشه برم به اروپا، باز مرض دارم که پس وقت ازم بیایم، خب همونجا میمونم دیگه. ها دیگه، این رقم هم میشه. بسی دودی ها شما به درد من نمیخوره شیخ صاحب، پولا مر پس بده. نه دیگه جناب، دودی فروخته شده پس گرفته نمیشه، حتی از شما دوست عزیز. انزکو، ما اینجا نوشته کرده.